تشکر. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین و على آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. بزرگواران محترم حاضر در مجلس، رهبران محترم سیاسی، سران تیم‌های انتخاباتی، علمای کرام، موسفیدان، جوانان، استادان، خواهران و برادران عزیز، مجاهدین گرامی، همراهان ما و مسئولین کمپاین انتخاباتی ما در ولایت باستانی غزنی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به طرف غزنی باستان، به سوی غزنی باستان، به غزنی مهد عرفان، به غزنی سرزمین اولیا، به غزنی سرزمین عرفا و شعرا و عالمای نامدار تاریخ بشریت، همه ما با شوق آمدیم. در جوار تپه سردار که شما میدانین یک تپه تاریخی است و سلطان محمود غزنوی عزم فتوحات عزیز آغاز کرد، و در سرزمینی که مرقد اولیا و عرفاست و مرقد سنایی غزنوی است، سنایی که مناجاتش ورد زبان مسلمانان کشور است، سنایی که گفته ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به امان ره که تو امراه نمایی، تو کریمی، تو رحیمی، تو غفوری، تو عظیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار سنایی. در غزنی که بعث مرکز فرهنگی جهان اسلام شناخته شده، و همونطوری که بیشتر دکتر صاحب ظاهر عزیز وعده سپردن، هر سال ما این عظمت غزنی را، معنویتش را، فرهنگش را انشالله تجلیل میکنیم. شما هم ساعت‌ها در انتظار ماندین، ساعت‌ها انتظار کشیدین، خداوند در بدل هر قدمتان براتان اجر و برکت نصیب بکنه. ما آمدیم که قدردانی خود از شما ابراز بداریم. همراهان ما، همسفران ما، تعدادشان صحبت کردند، تعدادشان به خاطر زیقی وقت موقع صحبت به ما دادن، از اونایی که موقع صحبت برشان اونا خودشان خواستند که محفل انشالله با
به طرف اختتام ببریم. سلام اونا را هم خدمتتان تقدیم میکنم. نماینده مردم افغانستان آقای فرهاد عظیمی، کلان قوم، مشر قوم آقای ساقزی و همه امراهان ما خدمتتان سلام و احترام صمیمانه دارند. در انتخاباتی که گذشت شما بیشترین رأیتان به ما دادین. از صمیم قلب از همه شما تشکر. و اکثریت مطلقتان به تیم اصلاحات و همگرایی که امروز الحمدلله تیم‌های ملی، تیمایی که حمایت سراسری داشتن با او پیوستن، مثلا رهبرای او تیم‌ها را هم از دکتر صاحب زلمی رسول، از گلاغا شیرزای، از مجاهد قهرمان گلاغا شیرزای خدمتتان تقدیم میکنم. استاد محقق هم نتانستن خدمت شما باشن. شما میدانین که تیم ما هیچ کسش، هیچ کدام از شخصیت‌های بزرگ این تیم فارغ نیستن. همه شب و روز در بین مردم، در سرتاسر افغانستان در کنار مردم خود قرار دارن. اونها امروز ایجا تشریف آورده نتانستن، به نمایندگیشان صحبت صورت گرفت. اما شما میدانین که امروز وقتی که از ایجا برمیگردیم، دو تیم بزرگ دیگه اعلان همبستگیشان میکنن. به همین خاطر در بازگشت، برای برگشت یک اندازه، یک مقدار عجله داریم. انشاءالله خبر خوش است، شما از برای رسانه ها میشنوین. به این ترتیب انشاءالله به یاری خداوند و به حمایت مردم قهرمان افغانستان تا پیروزی تیم اصلاحات و همگرایی، تا پیروزی مردم افغانستان فقط چند روز باقی مانده. شما نارای تکبیر و در این چند روزی که باقی مانده، 24 جوزا، روز انتخابات، روز برگزاری دور دوم انتخابات، دو تیم دوجه است. یکی تیم اول و یکی هم تیم آخر. شما یقین دارم که رأیتان به تیم اول میتین و اکثریت مطلق مردم افغانستان رأی خود به تیم اول داده و میته و در نتیجهش انشاءالله تیم اول در خدمت مردم افغانستان میباشه. خواست های بر حق مردم غزنی را طی یک مکتوبی هم نماینده های شما بر ما دادن و در انشاءالله در عملی کردن اون خواسته ها در خدمت تان هستیم. اگر این مسئله بند برق است، اگر این مسئله تامین امنیت است، اگر این مسئله سرک ها، سرک های بین مرکز و ولسوالی هاست، اگر این در ارتباط خدمت و بازسازی این سرزمین است، بند سلطان که 1000 سال پیش ساخته شده بود تا امروز زمینه بازسازیش مساعد نشده. همین میدان خاکی را به میدان، به چمن سبز که فرزندای کشور، ورزشکارای شما، جوانان باشور و با احساس، همگیتان ورزشکار هستین. در غیر از او انرژی که من در شما دیدم، ای توان و حوصله که در شما دیدم، انشاءالله استعدادی که در فرزندای سرزمین دیده میشه، توانایی ها و ظرفیت هایی که در بین مردم این سرزمین موجود است،
انشاءالله شما میتونین این ویرانه را به یک مرکز بزرگ ثقافت اسلامی که شما ثروت و سرمایه‌ش در دل خاک دارین، شما سرمایه معنویش دارین، انشاءالله با اندک توجه غزنی تاج سر همه افغانستان میشه انشاءالله. از همه شما، از بزرگان غزنه که در اینجا حضور به هم رساندن، از شما جوانان، از موسفیدان، از اطفال که در اینجا آمدن، از خواهرها و برادرهایی که در اینجا آمدن ابراز تشکر میکنم. مسئله تحصیلات فرزندان شما، مسئله بیکاری جوانان، مسئله مبارزه با فقر در صدر برنامه های ما. از استقبال گرم شما تشکر می کنم. طالبای کرام هم خواستن یک استقبال داشته باشن، یک دو راکت فیر کردن در بین سر و صدای در بین گرمی احساسات شما. شما متوجه شدین اما باز هم در اینجا استاد باقی ماندین، احساسات از خود نشان دادین. معنایش ایست که وقت راکت پرانی ها گذشته، وقت توپ زدن خانه های مردم گذشته، اونایی که دعای خدمت به مردم دارن، خدمت به اسلام دارن، به ندای مردم خود گوش بتن، به صلح بپیوندن، در تأمین صلح کمک کنن. مردم افغانستان امنیت میخواه، وحدت ملی میخواه، نظام عادل اسلامی، جمهوری اسلامی میخواه و عدالت میخواه و انشاءالله مردم افغانستان پیروز است. صدای صلح و عدالت خواهی شما سرتاسر کشور فرا گرفته، صدای توپ و تفنگ صدای شما را خاموش ساخته نمیتانه. خداوند شما را به خیر و سلامت داشته باشه. با اطراف دعا بر روح همه شهدای افغانستان، تاسو طول سخه مننکم، دزلل کومی مننکم، دخدای نتاسو تا عجر استداد عجر کم. خدای زموش وطن دغمون وساتی، خدای زموش پا اسلامی وطن که پا اسلامی تا توبی که سراسری عمومی سولت برقراره که او موش او تاسو تا خدمت او دی خدای دی رضا قدل توفیق پر نصیب که او افغانانو تا دی ملی وحدت دی پیاورتیا پا هدف که توفیق پر نصیب که تاسو طول سخمنانه. خدای موساتی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.